7 تا 8 تا 10 تا لقمه همینطور انداختن، این سگه خورد دیگه، نونمون تموم شد. یعنی مثل اینکه الان من اینجا وایسادم 10 قدم اونورتر، این سگه اومده روبرو همینطور نگاه میکنه به من، نگاه میکنه به بچه ها، زبون بزرگش آورده بود بیرون، چشاش هم قرمز، این قلاده هم تو گردنش دنبال گوشت میگشت، این فقط گوشت میخواست بخوره. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، انشالله که خوب و خوش باشین. امروز میخوام براتون یه شربت با ریحون، شربت ریحون که خیلی عالی و خوشتمه، چون تابستونم هست واقعا خیلی میچسبه، گفتم درست کنم آموزششم برای شما بذارم. الان این موادی که ما اینجا تهیه کردیم من خدمتون توضیح بدم که چقدر مواد ما لازم داریم. این ریحونی که اینجا من آماده کردم 250 گرمه، 250 گرم ریحون بنفش، و اینکه حالا اگه چند تا دونه هم از این سبزیجاتیش باشه اشکالی نداره. یه لیوان شکر لازم داریم، یه مقدار اندازه 1/5 تای لیوان گلاب، 3 تا دونه هل درشت لازم داریم که من هلام چون ریز بود یه 2 تا دونه بیشتر انداختم، و یه مقدار آب لیمو ما لازم داریم، حدوداً 3 تا قاشق غذاخوری تا 4 تا قاشق، که حالا من این لیمو تازه رو گذاشتم، گفتم چون لیمو تازه تو خونه است آب لیمو تازه بریزم قاطیش. الان این مقدار ریحونی که ما اینجا آماده داریم، 1 لیتر آب جوش، جوش که داری میجوشه قلقل میکنه لازم داریم. این ریحون رو من میریزم داخل کاسه، بعد آب جوش رو باید بیارم بریزم روش. خب این آب جوش رو الان من خالی میکنم روی این ریحونامون، این هلم بهش اضافه میکنم، هلو من فشار میدم بره پایین. خب حالا درش رو میذاریم، نیم ساعت باید بمونه تا بقیه کاراش رو انجام بدیم. من این در قابلمه رو آورده گذاشتم رو کاسه، منتها چون اینجا سوراخ داره گفتم که این باید داغ باشه، داخل این کاسه حرارتش نیاد بیرون، یه دونه کشمش گذاشتم روی این سوراخ در که حرارت بیرون نیاد. این ریحونه که من رفتم بگیرم، بعد الان 4-5 یه سگ اومده تو این خیابون، البته این مقدار غذا هم بردم برش ریختم خورد، حیوانی خیلی هم تنهاست، بچه هم هست نمیدونم از کجا اومده، همسایا بهش رسیدگی میکنن، من خودم برش پای مرغ پختم بردم بهش دادم خورد، ثواب داره. خب بعد این سگو که من دیدم یاد یه خاطره افتادم، حالا نمیدونم اسمشو خاطره بذارم، اتفاق بذارم، سرگذشت بذارم، یاد یه سگی افتادم که قبلا رفته بودیم بیرون، حالا گفتم که یاد داستان اون سگم من برای شما تعریف کنم. ما رفته بودیم با بچه ها بیرون، البته جدید نیست، مال خیلی وقت پیشه، چند ماه پیش رفته بودیم بیرون، اطراف همین تهران یه جایی بود که کشاورزی مزرعه دارن، جایی سرسبزی بود، گفتیم بریم حالا اونجا یه صبح تا شب اونجا باشیم، همین که بگردیم هوای روستا رو ببینیم، هوای حالا هوای اونجا رو ببینیم، به هر حال دوست داشتن بچه‌ها، گفتیم بریم. خلاصه ما غذا درست کردیم، جمع کردیم و بچه‌ها رفتیم اون روستا، یکم یه دوری تو روستا زدیم، بعد از اونجا دیگه ما رفتیم توی زمینه کشاورزی، یعنی اطراف روستا، گفتیم اونجا بریم بساط کنیم که حالا غذای چیزی هم می‌خوایم درست کنیم رو آتیش باشه، باصفا باشه. بعد رفتیم اونجا چای درست کردیم، جاتون خالی چای خوردیم، غذامون رو خوردیم، بعد آش درست کردیم، جاتون خالی آش، چه آش خوبی هم در اومد، آش خوردیم تا بعد از ظهر. بعد این غذایی که ما برده بودیم غذامون گوشتی بود، وقتی که غذا رو خوردیم خیلی از این غذا اضافه اومد، این غذا رو چند تا کارگر که اومدن ردشن ما دادیم، گفتیم خب اینا میمونه حیفه ترش میکنه، بذار اینا ببرن بخورن ثواب داره. یه دیس خیلی بزرگ کشیدیم همه رو دادیم به این آقایی که رد میشد، گفتیم که ببر بخور دیگه. هم تو که ما نشسته بودیم، خانوما دور هم جمع بودیم، آقایون رفتن گفتن ما بریم یه دوری بزنیم بیای، چشمتون روز بعد نبینه. آقایون که رفتن، ما همینطوری که نشسته بودیم دیدیم یک چیز بزرگ، یه حیوان بزرگ داره از اون دور میاد.
بچه ها گفتن فقط اجاتون تکون نخورین، نترسین، این سگه، سگیش هم سگ نگهبانه، چون یه دونه قلاده گردنش بود، چشمش هم قرمز بود، پر از خون بود، همینطور می اومد جلو. بعد اصلا یک چیز عجیبی بود، این آدم وحشت میکرد بخواد به این سگ نگاه کنه. گفتیم خدایی چی کار کنیم، یعنی ما که اصلا قلبمون داشت کنده میشد. بچه ها میگفتن این سگ خیلی باهوشه، اگر به ترسی متوجه میشه که ترسیده میاد حمله میکنه. هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، یعنی میخکوب شده بودیم سر جامون. بعد همینطور که یکم اومد جلو اومد جلو، میگم این غذاهای گوشتی رو ما داده بودیم برده بود. خب سگم که میدونید فقط گوشت دوست داره، الان مثل همین سگی که الان تو خیابونه، من چیز دیگه براش بردم نخورد، فقط غذای گوشتی دوست دارن. این غذا رو ما داده بودیم، این کارگر رو برده بودم، فقط مونده بودیم با یه مقدار نون و با آش و اینا. دیگه بچه ها برداشتن این نونا رو همینطوری گله گله تو دستشون گله میکردن، پرت میکردن جلو این سگه. بعد اومد یه خورده این نونه رو بو کشید، نخورد، همینطور میمد جلو. لقمه اول رو نخورد، لقمه دوم هم همینطور بچه ها پرت کردن، یه بویی کشید، یه گاز کوچولو زد، دوباره اومد جلو. گفتیم خدایا چیکار کنیم، یعنی موبایل رو میترسیدیم در بیاریم که اصلا نمیتونستیم صحبت کنیم که بخوایم زنگ بزنیم بگیم این آقایون برگردن بیان به داد ما برسن. اومد جلو یواش یواش، همینطور بچه ها نونو مینداختن، این سگه دیگه انگار که لقمه سومو خورد، لقمه سومو خورد، دوباره چهار قدم اومد جلوتر، دوباره اینو همینطوری این نونا رو هی میریختن جلو، این میخورد میخورد یواش یواش همینطوری میومد جلو. دیگه گفتن ماما نونمون داره تموم میشه، یه هفت تا هشت تا ده تا لقمه همینطور انداختن، این سگه خورد، دیگه نونمون تموم شد. یعنی مثل اینکه الان من اینجا وایسادم 10 قدم اونورتر این سگه اومده روبرو همینطور نگاه میکنه به من، نگاه میکنه به بچه ها، زبون بزرگش آورده بود بیرون، چشاش هم قرمز، این قلاده هم تو گردنش دنبال گوشت میگشت، این فقط گوشت میخواست بخوره. یعنی اصلا نمیتونم تعریف کنم. همینطور که توی این حال و هوا بودیم ما که نونامون هم تموم شده چیکار کنیم، یک دفعه دیدیم این سگ با سرعت یعنی 1000 کیلومتر باور کن، یعنی نمیدونی چجوری، یک پارسی کرد که ما از جامون پریدیم، رفت اون طرف مزرعه. گفتیم خدایی چی شد؟ اینجا بود که من گفتم خدایی خودت معجزه‌ای بکن، یه کمکی بکن، آخه ما چیکار کنیم، بچه کوچیک همراهمونه. بعد دیگه دیدیم رفت، میگم انگار که اینجا یه معجزه شد، رفت، انگار که این صدای ماشین اومد، ما که اصلا ماشین رو ندیدیم، متوجه نشدیم که ماشین داره میاد، ولی این سگ اینقدر که باهوشه، ماشینی که از اون دور میومد متوجه شد، یعنی میگم انگار با سرعت نور، با سرعت باد، یعنی یه دو تا سه تا پرشتاد رسید اون طرف مزرعه. رفت دیدیم که آره ماشین داره میاد، بچه های خودمون بودن، اومدن دیدن که این سگ اینطوریه، فهمیدن اونا همون جایی ده قدم اومدن جلوتر ماشین رو نگه داشتن، چون میدونستن اگر بخواد بیاد جلوتر ماشین همینطور سگه میاد دنبال اینا، ممکنه به مشکل بخوریم. بعد دیگه یکم اونجا نگه داشتن و آروم 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 یکم در ماشین رو باز کردن، سگه هم اون وسط نشسته بودش اینا رو نگاه میکرد. خلاصه یه 5 دقیقه نگه داشتن تا بیان برسن به ما، طولانی شد، حالا ما هم دست پامون داره میلرزه. سگه دید نه انگار که دیگه خبری نیست، از این طرف که ما بهش نون داده بودیم، یعنی خدا به ما رحم کرد، رفت از اون طرف هم دیگه دید که اون ماشین نگه داشت تو حرکت نبود، برای خودش یواش یواش آروم آروم رفت که دیگه ما یه نفسی کشیدیم. دیگه ماشینی که بچه ها اومدن سریع جمع کردیم، گفتیم فقط بریم اینجا وای نسیم. حالا اون سگ و ما فقط تنها کاری که تونستیم، یعنی اندازه بگم شاید بگم 30 ثانیه فیلم اینه بچه ها گرفته بودن تو گوشی مونده، میذارم براتون که ببینید. خلاص اون روز به خیر گذشت، اینم از خاطره ما. حالا منتظریم تا این نیم ساعت تموم شه، این ریحون و مقشنگ نرم شه داخل این آب جوش، تا بقیه کارش رو انجام بدیم که یه شربت خیلی خوشمزه براتون درست کنم. خب دوستان الان حدودا 40 دقیقه شد تا من اومدم که دیگه این آماده شده، میخوام ریحون رو از داخل آب جوش در بیارم کارش رو انجام بدم.
الان این آبی که ما داریم اینه، حالا باید من آب لیمو رو بگیرم بریزم قاطیش. به محض اینکه آب لیمو رو میریزیم داخل این آب، سریع رنگ عوض میکنه. ببینید قرمز شد، صورتی شد. البته ریحون بنفش خودش رنگ داره، ولی بیشتر رنگش به خاطر این آب لیموه. خب الان این گلاب رو میریزم و شکر، حالا کامل مخلوط میکنیم. ببینیم چقدر رنگش قشنگ شد. حالا من میریزم داخل این صافی، صافش میکنم. حالا شربت رو میریزیم داخل شربت خوریمون. اینم از شربت ریحونمون آماده شد، خیلی خوشمزه در اومد. فقط نکته رو بگم خدمتتون که آب لیمو رو تا 4 قاشق بریزین. اگر بیشتر بریزین این رنگی شربت صورتیش کمتر میشه، اما تا 4 قاشق شربت خیلی خوشایند بهتون میده. این شربت هم طعم نعنا میده هم طعم ریحون، یعنی برای تابستون یه چیز خیلی خنک و خوشمزه. انشاءالله درست کنید بخورید راضی باشید. حالا با اجازهتون من یه تستی انجام بدم ببینم طعمش چجوری شده. یعنی بی نهایت میتونم بگم خوشمزه شده. جای همگیتون خالی. ریحون که خیلی خوش عطره، یعنی اینقدر خوش عطره که میگم باید با کباب بخورین. دیگه شربتش هم که دیگه نمیشه بگی چقدر عالی در اومده، مخصوص تابستونه. خیلی عالیه، یعنی مطمئنم که درست کنید راضی هستین و خوشتون میاد. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. اگر کانال رو سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو فعال کنید که اگر ویدیو جدیدی گذاشتن بهتون اطلاع داده بشه. برام کامنت بذارید، لایک کنید. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.